وزارت صنعت و تجارت از افزایش 5% صادرات در 3 ماه نخست سال روان هجری خورشیدی در مقایسه با 3 ماه نخست سال پار خبر می‌دهد. آمارهای این وزارت نشان می‌دهند که در ماه‌های حمل، ثور و جوزا، افغانستان به ارزش بیش از 350 میلیون دلار صادرات به بیرون از کشور انجام داده است. اکثرا اقلام صادراتی ما میوه تازه بوده، میوه خشک بوده، نباتات طبی بوده، قالین و زعفران. همچنان به کشورهای هندوستان، پاکستان، ایران، چین و کشورهای عربی. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می افزاید که بازارهای جهان به ویژه روسیه به فراورده های کشاورزی افغانستان نیاز دارد و فعال شدن دهلیزهای هوایی در افزایش صادرات سودمند است. چون آسیای مرکزی و ایران عین میوه داره، ما به اوجا زیاد اوجا مارکت نداریم، بازوا خودشان روسیه داریم، روسیه، اما متاسفانه که از رای ترانزیتی که از 3-4 کشور آسیای میانه تیر میشه مشکلات ایجاد میکنن و ما نمیتانیم که به روسیه برسیم. از سوی هم بازرگانان در افغانستان میگویند که در حال حاضر تنها ایران، پاکستان و چین برای بازرگانان ویزه میدهند که فراهم شدن سهولت ها در گرفتن ویزه بازرگانی کشورهای دیگر در افزایش صادرات و رشد اقتصادی نقش دارد. ویزه بالاخره بس اصلی تمام مشکلات تجاره است که فعلا گذشته است تمام کشورهای منطقه که فرصت بزرگ به کشور ماست، بالخصوص دبی جز از کشور است که مرکز تجارتی یا مرکز روابط تمام دنیا از طریق دبی معاملات انجام می‌گردد. همزمان با این برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باور هستند که افزایش صادرات در افزایش درآمدهای کشور نیز اثرگذار است. به سبب تحکیم ارزش پول ملی، توازن بیلانس تجارت خارجی، بالا رفتن قدرت خرید از بازار بین‌المللی و همچنان سبب توازن بیلانس اسعاری مملکت میشه. پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که در سال 1401 هجری خورشیدی بیش از 2 میلیارد دلار صادرات به بیرون از کشور صورت گرفته که بیشترین صادرات به پاکستان، هند، چین، ایران و امارات متحده عربی انجام شده است.